سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در رابطه با زندگی نامه امین طارق و مهدی سلطانی به خاطر همبازی شدنشون تو سریال جنجالی آقازاده. پیشاپیش مرسی از اینکه با این همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید و همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. مهدی سلطانی سروستانی، متولد یک شهریور 1350 در تهران، فارغ التحصیل دکترای تئاتر از دانشگاه آوینیوی فرانسه در سال 1387، فوق لیسانس کارگردانی و لیسانس و بازیگری خونده، علاوه بر بازیگری استاد دانشگاه تهران هم هستش. نام کاملش محمد مهدی سلطانی سروستانی، اهل شهرستان سروستان شیرازه. فعالیتش رو با تئاتر همزمان با ورود به دانشگاه شروع کرد. سال 1373 با نمایش چند و چونه به چاه رفتن چوپان در جشنواره تئاتر فجر برای اولین بار اجرا کرد. او با سریال در مسیر زاینده رود در سال 1389 به چهره شناخته شده ای تبدیل شد و سپس با حضور در چند سریال پر مخاطب مشهور شد که از جمله به سریال دیوار، مادرانه، مدینه و پدر میشه اشاره کرد. مدارج علمی مهدی سلطانی باعث شده او وقت زیادی رو هم برای تدریس در دانشگاه بگذرونه. در دانشگاه تهران عضو هیئت علمیه و کلاس‌های بازیگری هم تدریس میکنه. مهدی سلطانی در سال 1379 ازدواج کرده و در سال 92 صاحب یک دختر به نام رویا شده. میگه همسرش خونه داره و در کارهای خرید و آشپزی همیشه در خانه به او کمک میکنه. میگه اگه فرصت داشته باشم برای دانشگاه مقاله های علمی می نویسم، یا کتاب می خونم، ترجمه می کنم، فیلم می بینم یا به سفر میرم. از وی مقاله های فراوانی در حوزه بازیگری منتشر شده. همچنین میگه برای رسیدم به این نقطه به کسی باج ندادم، چاپلوسی هم نکردم، اعتقادم رو قربانی نکردم، مزدوری نکردم، از حاشیه ها هم سوء استفاده نکردم، زیرا به کسی هم ندادم. میگه همیشه همه روی من تأثیر گذاشتن، دانشجویانم، اساتیدم، کتابهایی که خوندم، کارگردانایی که با اونا کار کردم، قطعا همه و همه روی من تأثیر گذاشتن و دانش عملی من رو بالا بردن. در رابطه با نقش هایی که بازی کرده و بهشون علاقه مند بوده میگه من به جمیل در سریال دیوار، اردلان تمجیدی در سریال مادرانه و حاج بهزاد مسیب در سریال در مسیر زاینده رود واقعا علاقه دارم. یکی دیگه از مسلک های این بازیگر محبوب کشورمون خوانندگی هم است. این بازیگر تا کنون 2 قطعه با صدای خودش در فضای مجازی منتشر کرده و قصد داره قطعات دیگری تولید بکنه و در اختیار مخاطبین قرار بده. بازخوانی قطعه خاطر انگیز در این دنیا با شعری از زنده یاد معینی کرمانشاهی آخرین تجربه موسیقیایی مهدی سلطانی که چندی پیش منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت. مهدی سلطانی چندین پژوهش در حوزه هنری و کارگردانی داشته. 2 مقاله معتبر در حوزه بازیگری و نویسندگی رو به نگارش درآورده و یک کتاب هم با نام ریالیسم در تئاتر نیز ترجمه کرده. هیچی نگو فرهاد. حرف تا وقتی که به زبون نیاد راز دله. واسه راز دلم کسی رو به سلابه نمیکشه. امین طارق، متولد 21 مرداد ماه سال 1332 در شیراز. او علاوه بر بازیگری مدرس رشته بازیگری هم هست. از معروف‌ترین نقش‌هایی که وی ایفا نموده نقش اول در مجموعه تلویزیونی ابن سینا بوده. طارق در شیراز متولد شد و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در شیراز به اتمام رسوند. او در سال 1356 از دانشکده هنرهای نمایشی تهران فارغ التحصیل شد و تحصیلات تکمیلی خود را در سال 63 با کسب مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت فرهنگی به پایان رسوند. امین طارق به مدت 25 سال به عنوان هنرپیشه آزاد به فعالیت می‌پردازد و نقش‌های زیادی در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی و تئاتر ایفا کرده. طارق هم به عنوان هنرپیشه هم به عنوان عضو هیئت داوری در جشنواره‌های ملی بیشمار و همینطور به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما حضوری فعال داشته. او همچنین به عنوان میهمان به جشنواره‌های مسکو، ژاپن و آلمان هم دعوت شده. در سال 1373 اولین مدرسه بازیگری رو به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس کرد که یکی از مؤسسات آموزش بازیگری سینما در ایران محسوب میشه. فارغ التحصیلان کارگاه آزاد بازیگری تا سال 87 تعدادی از جوایز هنرپیشه‌های برتر رو به خود اختصاص دادن. در سال 1379 این مؤسسه اقدام به برقراری ارتباط با سایر مدارس بین‌المللی آموزش بازیگری کرد و امین طارق به مرکز فلیندرز درامای استرالیای جنوبی دعوت شد. او 2 سال با عنوان مدرس در این دانشگاه تدریس کرد. تا
تاروخ از سال 1376 به عنوان یکی از چهره های برتر حیای تئاتر شناخته شد. بازیگری رو با فیلم سینمایی مرگ یزدگرد به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی در سال 1360 آغاز کرد و در این فیلم در کنار بازیگرانی همچون سوسن تسلیمی، علیرضا خمسه، بابک بیات به ایفای نقش پرداخت. تاروخ در سال 1363 با بازی در مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا به نویسندگی و تدوین و کارگردانی مرحوم کیهان رهگذر به ایفای نقش پرداخت و به شهرت رسید. امین تاروخ نقش اصلی سریال بوعلی سینا را بازی میکرد و زنده یاد فیروز بهجت محمدی، زنده یاد جمشید لایق، اسماعیل مهرابی، چنگیز وثوقی، سرور نجات اللهی و افراد خیلی زیاد دیگه‌ای از بازیگران این مجموعه بودند. بوعلی سینا تا کنون بارها از شبکه‌های مختلف سیما پخش شده. پس از بازی در فیلم‌های مرگ یزدگرد، سربه‌داران، بوعلی سینا در سال 65 در فیلم سینمایی چمدان با پروانه معصومی و خواهر خانمش فرخنده شادمنش هم بازی شد. سریال تلویزیونی اغما یکی از سریال‌های بیادماندنی بود که امین تاروخ در آن در نقش دکتر پژوهان به ایفای نقش پرداخت و یکی از بازی‌های خوب خود را به اجرا گذاشت. این سریال به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی رضا جوری از شبکه اول سیما در ماه رمضان 1387 پخش شد. همچنین این سریال در نظرسنجی سایت صدا و سیما به عنوان محبوب ترین سریال تلویزیونی ماه رمضان 86 انتخاب شد. داستان فیلم به این شکل بود که دکتر طه پژوهان با بازی امین تاروخ، یک پزشک فوق متخصص جراحی مغز و اعصابه. او به دلیل جراحی‌های موفقیت‌آمیزش بر روی رزمندگان در جبهه‌ها به پنج طلایی مشهوره. او اکنون به دلیل بیماری حاد همسرش مولود به بازی شیرین بینا بر سر دوراهی قرار داره که از طرفی عرف پزشکی مانع جراحی همسرش توسط اوست، ولی مولود اصرار داره که فقط توسط پژوهان جراحی بشه. از سوی تنها فرزند اونها پری به بازی نفیسه روشن مخالف این عمل جراحی توسط پدره. از آخرین کارهای سینمایی آی تاروخ میتونیم به بنبست وسوخ، پشت دیوار سکوت، باغ قرمز و رئیس اشاره بکنیم. تو چته؟ گفتم که درد اصلی تو بگو. ببین دخترم، من دکترم، دکتر خوبی هم هستم، بنابراین منو نمیتونی گول بزنی. من نمیخوام کسی رو گول بزنم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم اونها رو تو ویدیوهای بعدی ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.